خیلی ها عقیده دارند که مهاجرت به آمریکا کار مشکلی است. بله، می تواند مشکل باشد. اما هر مشکلی می تواند آسان شود، به شرطی که به دست متخصص آن کار سپرده شود. دکتر ندا زمان راه مهاجرت به آمریکا را برای شما هموار می کند. دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. مهاجرت از طریق کار، فامیلی، پناهندگی، جلوگیری از اخراج از آمریکا، ویزای نامزدی و ازدواج، گرین کارت و سیتیزنشیپ. دکتر ندا زمان در بیورلی هیلز، 310-855-0992 و 310-855-0993. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان خوب و تماشایان خردمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه 10 سپتامبر سال 2013 میلادی است. به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه میکنید که هر هفته با جنگی خبری، جامعه آموزشی و جلوه‌ای تحلیلی تهیه و تنظیم میشه و مطالب آن جمعاً محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. برنامه امشب رو هم مثل همیشه با پرسه‌ای در اخبار شروع میکنیم که مهمترین خبرهای هفته را، خبرهایی که از زاویه اقتصادی و مالی میتونه رو زندگی شما به اشکال مختلفی تاثیر بذاره یا خواهد گذاشت و با تو مطرح میکنیم. در بخش دوم برنامه، بخش دوم مطلبی داریم را به اسم سرمایه برنامه و کارنامه که هفته پیش توضیحات ابتدایی رو در اون زمینه دادیم. در این بخش یکی دو تا سوال شده، به سوالها جواب میدیم، بعد ادامه همین صحبت رو میگیریم و مطابق معمول که وعده میدیم و وقت کم میاد و نمیرسیم، اگر وقت پیدا شد در آخر برنامه در کلام آخر هم راجع به پاره‌ای از پورتفولیوهای دفتر نبض بازارهای مالی باهاتون صحبت خواهیم کرد. با این طول و تفصیل میریم سراغ بخش اول برنامه امشب. در بخش اول برنامه امشب هستیم، بخش پرسه‌ای در اخبار. از میان مهمترین خبرها این که یه مؤسسه هست در آمریکا به اسم ADP، کارش اینه که چک‌های حقوق، مهم نیست که کجا حقوق می‌گیره، چک‌هایی که بابت حقوق به مردم میدن رو این مؤسسه پروسس می‌کنه و بررسی می‌کنه. به همین دلیل همیشه قبل از اینکه وزارت کار آمار مربوط به اشتغال را در ماهی که گذشته اعلام بکنه، ADP این آمار رو اعلام می‌کنه. این هفته ADP اعلام کرده بود که در ماه آگست، ماهی که پشت سر گذاشتیم، 176 هزار تا کار جدید تو آمریکا ایجاد شده. منتهی مراتب روز جمعه‌ای که گذشت، وزارت کار آمریکا به نقل از اداره آمار وزارت کار اعلام کرد که تعداد کارهایی که در ماه آگست ایجاد شده کمتر بوده، جمعاً 169 هزار تا کار جدید پیدا شده و در ضمن به شیوه‌ای که دولت و وزارت کار بیکاری رو محاسبه می‌کنه، درصد بیکاری هم پایین رفته، از 7.4 به 7.3% رسیده. منتهای مراتب در لابلای نوشته‌های وزارت کار هم این مطلب پیدا میشه که علت پایین رفتن درصد بیکاری این بوده که تعداد خیلی زیادی از مردم که مدت‌های طولانی است دنبال کار گشتن و نتونستن کار پیدا کنن، ول کردن، دیگه دنبال کار نمیگردن، که با محاسبات وزارت کار اون تیپ آدم ها جز بیکار محسوب نمیشن. به همین دلیل درصد بیکاری اومده پایین.
منتها اقتصاددانان بخش خصوصی، اهمیت کار اقتصاددانان بخش خصوصی این است که اونها مجبور هستند بنا به ماهیت کارشون اطلاعاتی که تهیه میکنند کاملا دقیق و موثق باشه، چون برای کمپانی های مختلفی که میخوان برنامه ریزی بکنن، چقدر تولید کنن، کجا تولید کنن، چقدر قیمت گذاری کنن و و و باید این اطلاعات رو به طور دقیق داشته باشن. اقتصاددانان بخش خصوصی اعلام کردن که در ماه آگست بیکاری 23.3% بوده. دو تا نکته اینجا توضیح بدیم. نکته اول این که همونطور که قبلا هم اعلام کردم، هر زمینه ای که اطلاعیه یا آماری منتشر میشه، چون این اطلاعات بعداً تکمیل تر میشه، بنابراین هی درش تجدید نظر میکنن تا مرحله نهایی که دقیق‌ترین آمار رو بدن بیرون. در مورد آمار و ارقام مربوط به اشتغال یا ایمپلویمنت در ماه جولای اول اعلام کرده بودند که 162,000 تا کار جدید تو ماه جولای اعلام شده. در آخرین تجدید نظر یا ریویژنی که تو این هفته صورت گرفت اعلام کردن که نه، تعداد کارها کمتر بوده، فقط 104,000 تا کار بیشتر تو ماه جولای درست نشده بوده، یا به عبارت دیگه 58,000 تا کمتر کار ایجاد شده از اون که قبلا اعلام کرده بودن. دومی که از کارهایی که در ماه آگست ایجاد شده، همون 169,000 تایی که وزارت کار اعلام کرده، 144,000 تا از این کارها که درصدی بخوایم بگیریم 85% میشه، اینها کارهایی بودن که حداقل دستمزد و درآمد رو به مردم میدادن، lowest paid job بوده. بنابراین متاسفانه کیفیت کارهایی که ایجاد شده از بابت درآمد و از دستمزد بسیار بد بوده. ولی توی همینها یه نکته مثبت و خوب خوابیده، اونم این است که همین کارهایی که در حداقل دستمزد ایجاد شده کارهای تمام وقت و فول تایم بوده و برای اولین بار خوشبختانه تعداد کارهای فول تایم و تمام وقت از تعداد کارهای نیمه وقت و پارت تایم بیشتر بوده. اهمیت مسئله تو این است که بیزنس ها هر چقدر که به آینده اقتصادی امیدوارتر باشن، سعی میکنن کارمندان خودشون را فول تایم استخدام کنن. تا زمانی که همچین اطمینانی به دست نیاوردن، اگر هم کسی رو استخدام بکنن، اول موقتی پارت تایمی استخدامش میکنن، ببینن اوضاع احوال چطوری پیش میده. به این دلیل از این زاویه این مسئله مهم هست. منتها در برخورد به مسئله ایمپلویمنت و اشتغال، اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره اون موضوعی است که بهش میگن ضریب مشارکت نیروی کار، لیبر فورس پارتیسیپیشن. منظور از این داستان چیه؟ منظور این است که از تمام افرادی که در سنین کار هستن، سنین کار در آمریکا از 16 سالگی هست تا 64-65 سالگی، از این تعداد افراد چند نفرشون کار میکنن؟ بر اساس آخرین اطلاعاتی که منتشر شده، الان این ضریب 63.2% است. یعنی از کل همه آدم هایی که در سنین کار هستن، فقط 63.2%شون کار دارن، یا به عبارت دیگه 36.8%شون بیکار هستن. یه مؤسسه مشورتی در امور اشتغال هست تو آمریکا به اسم چالنج گری اند کریسمس که آمار مربوط به اشتغال رو، کارها چقدر فول تایم، چقدر پارت تایم، چقدر بیکار شدن، چقدر استخدام کردن را تو آمریکا منتشر میکنه. آماری که آخرین یعنی این هفته داده بیرون برای ماه آگست، ماهی که پشت سر گذاشتیم، نشون میده که کمپانی های آمریکایی در ماه آگست 50,462 نفر را لیاف یا بیکار کردن. در ماه جولای تعداد افرادی که بیکار یا لیاف شده بودن 37,701 نفر بود. به عبارت دیگه از ماه جولای تا آگست تعداد بیکارسازی ها 33.8% رفته بالا. نسبت به آگست پارسال، نسبت به آگست سال 2012، لیاف کردن یا بیکارسازی 57% افزایش پیدا کرده. ولی که نسبت به 8 ماهه اول سال، یعنی از اول ژانویه تا آخر آگست پارسال، 347,095 نفر بیکار شدن. امسال پارسال 352,185 نفر بیکار شدن که 5,090 نفر به این ترتیب کمتر بودن. یه خبر دیگه داریم از صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا که این هفته اخطار کرده اگر کنگره آمریکا حاضر نشه به دولت اجازه بده پول بیشتری قرض کنه،
که اصطلاحاً میگن دتسیلی رو بالاتر ببره و بیشترش بکنه، تا سپتامبر تموم بشه مؤسسات دولتی تعطیل میشن، چون دولتی که پول نداره به کسی بده، و تا اواسط اکتبر دولت حتی قادر به پرداخت بهره بدهی های خودش هم نیست، یعنی رو پولایی که قرض کرده اینترستش هم نمیتونه بده اگر کنگره تصویب نکنه که دولت بتونه بیشتر پول قرض کنه، و در نتیجه دولت مجبور خواهد شد دیفالت بکنه، نکول کنه رو بدهی هایی که داره. در سال 2011 بود، دو سال پیش، یادتونه که همچین جنگولک بازی باز پیش اومد. نتایج اون داستان این شد که مؤسسه S&P برای اولین بار در تاریخ آمریکا درجه بندی اعتباری آمریکا، یعنی کردیت ریتینگ آمریکا رو آوردش پایین و ضربه خیلی بدی زد به بازار، به طوری که از ماه آوریل تا آگست که این جنگولک بازی ادامه داشت بازار 15% کاهش پیدا کرد. اگر امسال هم بخوان همچین بازی در بیارن، متاسفانه بازار سهام ضربه بسیار بسیار بد و سنگینی خواهد خورد. تشکیلاتی هست به اسم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که به صورت اختصاری OECD بهش میگن، که در واقع 30 تا کشور صنعتی رو شامل میشه، یک ارزیابی داده بیرون راجع به رشد اقتصادی سال 2013 برای آمریکا و برای ژاپن. برای آمریکا پیش بینی کرده که در سه ماهه سوم یا کوارتر سوم امسال اقتصاد آمریکا 2.5% رشد میکنه، در سه ماهه یا کوارتر چهارم اقتصاد آمریکا 2.7% رشد میکنه. در مجموع همه رو که با هم جمع کنیم، پیش بینی کرده که در سال 2013، همین سالی که توش هستیم، اقتصاد آمریکا جمعاً 2.2% رشد خواهد کرد. قبلاً اداره بودجه کنگره آمریکا CBO بهش میگن، پیش بینی کرده بوده که امسال رشد اقتصادی آمریکا 6% خواهد بود. 6% کجا؟ 2.2% کجا؟ و به همین دلیل، چون از قافله عقب هست داستان و رشد اقتصادی، این است که متاسفانه میبینید مشکلات اقتصادی کماکان برطرف نشده. در مورد ژاپن، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی کرده که امسال رشد اقتصادی ژاپن 3.9% خواهد بود و بیکاری در ژاپن میرسه به 3.8%. دو تا شاخص هست برای کشورهای مختلف، یکی شاخص فعالیت‌های صنعتی است، یکی شاخص فعالیت‌های بخش خدمات، که در مجموع مسلماً بخش صنعتی از بابت نوع کارهایی که ایجاد می‌کنه، نوع درآمدی که توش درست میشه مهمتر هست. تو این هفته شاخص مربوط به فعالیت‌های بخش صنعتی برای آمریکا اومده بیرون، برای چین اومده بیرون و برای کشورهای اروپایی حوزه یورو، و خوشبختانه در هر سه مورد آمار خوبی بوده. برای آمریکا این شاخص رسیده 55.7%، برای کشورهای پولی حوزه یورو رسیده به 51.4%، که بهترین از در دو سال گذشته. برای چین این شاخص رسیده به 51، بهترین رشد اقتصادی است، یا بهترین رشد در واقع بگم فعالیت‌های صنعتی برای چین هست در 16 ماه گذشته. یه خبر راجع به چین هست. چین همینطور که میدونید به هر حال پا به پای این که داره جا پیدا میکنه برای خودش به منزله کشورهای مهم در سطح جهانی، تلاش هم داره میکنه که ارز کرنسی خودش یوان را به یه پول یا یه کارنسی خیلی مهمی در مبادلات بین‌المللی تبدیل بکنه. یه بانک هست توی سوئیس به اسم بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، Bank for International Settlement، در واقع بهش میگن بانک مرکزی بانک‌های مرکزی به خاطر اهمیتی که داره، یه گزارشی در این هفته منتشر کرده و نشون میده الان پول چین یوان در مبادلات بین‌المللی مقام نهم را پیدا کرده. چند سال پیش در سال 2010 پول چین یوان در خرید و فروش ها و مبادلات بین المللی مقام 17 را داشت، یعنی از 2010 تا الان پول چین از مقام 17 در مبادلات بین المللی رفته، وضعیتش خیلی بهتر شده، به مقام 9 رسیده و الان هر روزه به گزارش همین بانک 120 میلیارد دلار از خرید و فروش های ارزی که در سطح دنیا میشه با پول چین، یعنی با یوان، صورت میگیره. یه خبرم داریم راجع به جعل اسکناس، کسانی که اسکناس های تقلبی میسازن
میدونید که در دنیا هستن کسانی که یکی از کارهایی که میکنن یا در واقع خلافکاری هایی که میکنن، در واقع بهتر بگیم این است که میان اسکناس قلابی درست میکنن و چون دلار آمریکا به منزله ذخیره ارزی جهانی بیشتر از هر پول و اسکناس دیگری در دنیا شناخته شده است، مورد قبول قرار میگیره، کسانی که در کار جعل اسکناس و ساختن پول تقلبی هستند بیشتر از همه روی دلار آمریکا کار میکنن. تا به حال مقام اول را در جعل اسکناس و ساختن پولهای تقلبی تو دنیا کشور کولومبیا داشته، ولی امسال به گزارش اسوسییتد پرس مقام اول نصیب پرو شده. و از همه جالبتر این که پلیس پرو کسی رو که مسئولش بوده و گویا در ابعاد بزرگی اسکناس‌های تقلبی و اسکناس‌های 100 دلاری آمریکایی درست کرده بوده و گویا انقدر این کسی که این کارو کرده ماهرانه درست کرده که حتی پاره‌ای از مقامات خیلی متخصص بانک‌های مرکزی هم نمیتونستن تشخیص بدن که این پول‌ها قلابی است. چیزی که از همه جالب‌تر است تو این قصه این است کسی که این کارو می‌کرده یک پسر بچه 13 ساله پرویست که پلیس لیما موقع دستگیریش میکنه 700 هزار دلار آمریکا رو داشته که داشته رو جزئیاتش کار میکرده تکمیلش کنه، پول قلابی در واقع میساخته که بیارتش توی بازار و اونجا دستگیر شده. خبر و نکته مهم دیگری نبود که در این قسمت برنامه بخوایم سری صحبت کنیم. مثل همیشه یادآوری میکنیم که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی فعلا هر سه شنبه شب‌ها ساعت 8:15 همه وقتایی هم که خدمتون عرض میکنیم به وقت غرب آمریکا به وقت لس آنجلس هست، به طور زنده سه شنبه شبها ساعت 8:30 تا 9:30 از این کانال پخش میشه. همین برنامه روزهای یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر از همین کانال تکرار خواهد شد. از اونجایی که برنامه های این کانال فقط در آمریکا و کانادا پخش میشه، برای دوستداران این برنامه در سایر نقاط دنیا غیر از اینکه مؤسسه ایرانیان فاینانشال تایمز که باهاش آشنا هستید و سایت بسیار بسیار دیدنی و خوندنیشون iranianft.com، تمامی مطالب برنامه‌های نبض بازارهای مالی رو هم روی سایتشون میذارن، هم روی فیسبوکشون میذارن و هم از طریق اونها روی شبکه یوتیوب قرار میگیره. خارج از اونها یه صفحه مخصوص هم برای کسانی که با این مؤسسه کار میکنن دارن، یه صفحه تلویزیونی، آدرسش هست IFT Iranian Financial Times، یه تیوی هم بهش اضافه میشه برای تلویزیون IFTTV.com که برنامه های تلویزیونی ما در صفحه مخصوص ما اونجا هست، آرشیوش هم اونجا نگهداری میشه برای کسانی که اگر بخوام به برنامه های گذشته دست پیدا کنن. از همه اینها گذشته در شبکه تلویزیونی که مؤسسه ایرانیان فاینانشال تایمز داره و اونم روی GLVs هست، کانال 175، هر پنج شنبه شب ساعت 6:30 شب به طور ثابت در اون ساعت این برنامه تلویزیونی رو که اینجا میبینید اونجا تکرارش میکنه، پخشش میکنه، اون به طور ثابته. در طی هفته هم در همون کانال چند بار دیگه هم در روزها و ساعتهای مختلف تکرار میشه تا دوستانی که در سایر نقاط دنیا هستن، در آمریکای لاتین، در اروپا، در خاورمیانه و و و بتونن به این برنامه ها دسترسی پیدا کنن. خبر و مطلب و نکته دیگری در این قسمت برنامه نیست، بنابراین میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه، با مطلبی که از هفته پیش شروع کردیم راجع به یکی از نکات بسیار ظریف و باریک و مهمی که باید در امر سرمایه‌گذاری حتما مورد توجهتون قرار بگیره به اسم سرمایه، برنامه و کارنامه. قبل از اینکه اون مطلب رو ادامه بدیم دو تا سوال دوستان عزیز مطرح کردن، اجازه میخوام اول به این سوالا جواب بدیم بعد بریم سراغ مطلب اصلی. سوال اولش این است که با اینکه چندین بار خدمت دوستان تو همین برنامه عرض کردیم، چندین هفته پیش بود ما یه مطلبی داشتیم راجع به وام‌های دانشجویی، student loan،
و با توجه به اینکه وام دانشجویی رو تحت هیچ شرایطی هیچ کس نمیتونه از زیرش دره، یه راهی پیدا شده که تحت شرایطی افراد میتونن به مقدار خیلی خیلی زیادی وام خودشون رو کاهش بدن. اونم این است که به طور خیلی خلاصه گفتیم یه نفر بوده که یه همچین وام سنگینی داشته، از اولی هم که شروع کرده بوده به کار، هر ماه دائم بدون اینکه حتی یه ماه عقب بیفته داشته قسطای این وام دانشجویی رو میداده، دائم هم کار میکرده، زندگی خیلی عجیب و غریب پرزرق و برقی هم برای خودش نساخته بوده، نه از خونه‌ای که توش زندگی میکرده، نه ماشینی که سوار میشده، نه تفریحاتی که میرفته، نه خرجایی که میکرده. با استناد به همین ها وکیل ایشون در دادگاه میره و ادعا میکنه این طرف هر کاری از دستش اومده کرده و داره میکنه که این پولو بده، ولی با وضعیتی که داره غیر ممکنه بتونه پول شما رو پرداخت کنه. و قاضی دادگاه هم به نفع اون طرف، یعنی کسی که وام دانشجویی داشته، رأی میده و 80% وامش رو بهش میبخشن. از اونجا که در آمریکا پدیده به اسم رویه قضایی فوق‌العاده حائز اهمیت است، منظور از رویه قضایی این است که اگر یک قاضی در هر دادگاهی در هر کجای آمریکا یه رأی بده، اگر شرایطی مشابه اون پیدا بشه برای اینکه حق کسی پایمال نشه، برای اینکه جانب انصاف و عدالت گرفته بشه، در مورد مشابهش هم هر قاضی دیگری در هر دادگاه دیگری هر جا باشه معمولا سعی میکنه مشابه همون رأی رو بده قاضی. به خاطر همین رویه قضایی و اتفاقی که افتاده گفتیم اگر کسانی باشن که وام دانشجویی داشته باشن و شرایطشون کم و بیش شبیه باشه و نزدیک باشه به وضعیتی که برای این طرف پیش اومده، میتونن وکیل بگیرن و امید هست که با اتکا به رویه قضایی و رأی صادره در مورد یک فرد، اونها هم امیدوار باشن که بتونن مقدار خیلی زیادی وام دانشجویی خودشون رو پایین بیارن. از اون هفته تا به حال هر بار تعداد زیادی از دوستان زنگ میزنن و فکر میکنن که دفتر ما قرار است کاری بکنه یا میتونه کاری بکنه که وام دانشجویی رو پایین بیاره. نه، دفتر ما قادر به انجام هیچ کاری در زمینه وام دانشجویی نیست. ما فقط یه خبر رو در اختیارتون گذاشتیم که خودتون دنبالش رو بگیرید و بتونید ازش استفاده کنید. مطلب بعدی هم که دوستان از ما خیلی سوال میکنن این است که آیا ما وکیل خوبی برای منظور میشناسیم یا نمیشناسیم برای اینکه دنبال وام های دانشجویی بیفته؟ متاسفانه نه، تا الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم هیچ وکیلی که هم خوب باشه از نظر قدرت وکالت و تخصصی که تو اون زمینه داره، هم از نظر اخلاقی مورد تایید ما باشه که جرأت بکنیم و با طیب خاطر و با رضایت بتونیم بهتون معرفی کنیم، پیدا نکردیم. اگر پیدا کردیم تو همین برنامه بهتون معرفی میکنیم. بنابراین برای وام دانشجویی با ما تماس نگیرید، چون ما متاسفانه کاری از دستمون ساخته نیست. سوال بعدی که سوال خیلی خیلی مهمی است و تعداد زیادی هم مطرح میکنند گاه و بیگاه، مخصوصا در سالهای اخیر که این مسئله وامهای دانشجویی که برمیگرده به همون مطلب اولی، هم وحشتناک زیاد شده هم پرداختش خیلی سخت شده، میپرسن آیا با توجه به این مخارج سنگین و بدهی که هر کسی که از کالج دانشگاه میاد بیرون داره و بعدم با این بازار کاری که این شکلی هست و حالا ها مثل این که اونطور که باید شاید امید آنچنانی نمیره، آیا کار درستی است آدم بره کالج یا دانشگاه مدرک بگیره یا نه؟ تا همین 20-30 سال پیش اگر کسی این سوال رو میکرد چشم بسته و بلافاصله باید جواب میدادیم 100% کار درستی است. چرا؟ برای اینکه مطابق همه بررسی ها و تحقیق هایی که تو آمریکا شده بود نشون میدادن که البته همه اینها نکنین که در مورد هر فردی اگر انگشت میذاشتید حتما اینطوری بود، نه، به طور متوسط نسبت به کسانی که فقط مدرک دیپلم داشتن و بعد کسانی که رفته بودن دانشگاه یا کالج یه لیسانس گرفته بودن، به طور متوسط در طی عمرشون در طی زندگی کاریشون کسی که رفته بود کالج و مدرکی گرفته بود به طور معمول متوسط 1,000,000 دلار بیشتر پول در می آورد. ولی الان با افزایش هزینه های کمرشکن شهریه که شهریه ها فوق العاده گرونه و دائم هم داره میره بالا، اون یکی، و بعد هم این اقتصاد و این بازار کار دیگه نمیتونیم به اون راحتی در واقع با چشم بسته جواب مثبت به این سوال بدیم و باید بگیم که بستگی داره. وام دانشجویی همونطور که میدونید و قبلا هم سرش صحبت کردیم، از دستش متاسفانه نمیشه در رب، حتی اگر کسی بره بانکراپسی هم بکنه
باز از دست وام های دانشجویی نمیتونه فرار کنه. و بعد طوری که کسانی که این وام های دانشجویی رو دارن امکاناتی قانونا در اختیارشون هست برای اینکه پولشون رو پس بگیرن، که به گفته خانم الیزابت وارن که سناتور هستن در کنگره آمریکا، میگه که همین چند هفته پیش بود ایشون یه صحبتی کرده بودن و گفتن کسانی که وام دانشجویی میدن طلبکارها قدرتی دارن برای پس گرفتن پولشون که گانگستارهای مافیا و آدمکشهای مافیا ندارن. داستانش هم این است که برای وصول وام دانشجویی طلبکارها، یعنی کسانی که وام دانشجویی دادن به مردم، رو هر چی که دلشون بخواد میتونن دست بذارن. اگر دارید یه جا بهتون مزد میدن، میتونن بیا مزدتون ازتون بگیرن. حقوق میگیرید، میتونن برن رو حقوقتون دست بندازن، پولتون رو بردارن. بیزنسی دارید، میتونن بیان بالای سر بیزنستون بردارن، پولاتون رو بردارن. چک سوشال سکیوریتی میگیرید، میتونن از پول سوشال سکیوریتیتون پولتون رو بردارن. تکس ریترن، مالیات قراره بهتون برگرده بر اساس طلبی که از آیرس دارید، میتونن اونو مصادره کنن، ندن بهتون و پول خودشونو بردارن. حتی اگر کسانی ناتوان و از کار افتاده شدن و دارن چک دیسیبیلیتی میگیرن، میتونن برن رو همون چک های دیسیبیلیتی هم دست بذارن و پولشونو بردارن. بنابراین این جمله که خانم وارن میگه که واقعا قدرت اینها دارن برای گرفتن پولشون که گانگسترهای مافیا هم ندارن، کاملا درسته. هیچ گانگستر مافیایی نمیتونه رو حقوق و رو درآمد و رو دستمزد و رو سوشال سکیوریتی و رو دیسیبیلیتی چک و رو تکس ریتن رو این چیزا دست بذاره. بنابراین تو این شرایط و به این اوضاع احوال بستگی داره کسی که میخواد بره کالج چی میخواد بخونه و چه تحصیلی در چه زمینه‌ای تحصیل کنه. من اینو صرفا از بابت آینده کاری و درآمد و پرداخت بدهی میگم. اگه قراره برید روانشناسی و جندر استادیز و از این قصه ها بخونید، نه وقتتون رو تلف کنید نه پولتون رو تلف کنید، چون با این رشته ها و با این شکل یا کار پیدا نمی کنید، یا اگر کار پیدا بکنید درآمدی که بهتون میدن غیر ممکنه بتونید بدهی سرسام‌آور دانشگاه رو پرداخت کنید. ولی اگه قراره برید رشته های به درد خور بخونید که هم به راحتی کار پیدا بشه، امید پیدا شدن کار توش خیلی زیاد باشه، هم موقعی که کار پیدا شد درآمدی که نصیب آدم میشه خوب و بالا باشه که بتونید به راحتی وام ها رو بدید، آره اون میارزه. چه رشته های خوبن؟ مسلما پزشکی رشته بسیار خوبی است، دنتستری رشته خیلی خوبی است، بعضی از رشته های مهندسی خیلی خوبه، رشته لا حقوق، اونم به شرطی که از دانشگاه‌های خیلی خوب برید فارغ التحصیل بشید. اگه بخواد از دانشگاه‌های علکی برین رشته حقوق مدرکی بگیرید، ماکسیمم به اصطلاح امبولس چنسر میشید، هم منتظر بشید که تصادف کنه بیاد، بخواد از طریق تصادف پولی در بیارید، چنگی به دل نمیزنه. ولی اون رشته‌ها چرا؟ علتی که به اصطلاح رشته پزشکی و دنتستری هنوز از همه بهتره این است که آمار موجود نشون میده الان تعداد کسانی که دارن میخونن که دنتیست بشن، یعنی محصلان این رشته، تعدادشون از 50 سال پیش هم کمتره. یعنی تعداد آدمایی که دارن الان درس میخونن دنتیست بشن از تعداد افرادی که در سال 1963 داشتن دانشگاه میرفتن که دنتیست بشن کمتره، با توجه به اینکه تو این فاصله 130 میلیون نفر هم به جمعیت آمریکا از سال 1963 تا به الان اضافه شده. داستان عرضه و تقاضا است، هنوز براشون کاره. برای رشته پزشکی هم که هنوز خوب است و خوب خواهد بود، دلیلش این است که AMA American Medical Association که در واقع حکم اتحادیه پزشکان آمریکا رو داره، به خاطر قدرتی داره و نفوذی که داره، تعداد کسانی که در سال میتونن وارد دانشگاه پزشکی بشن کنترل میکنن تا از حد معینی بیشتر نگذره، کاری نکنن بازارش با بشه، دکتر زیادی تو بازار باشه، و به همین دلیل اونم به اصطلاح رشته خوبی است. این است که کالج رفتن میارزه یا نمیارزه بستگی داره که چی میخواید بخونید، کدوم دانشگاه میخواید برید و چه کار میخواید بکنید. اگر رشته هایی باشه که در سالهای آینده بازار کارش خوب باشه اولا و بعد که کار پیدا شد درآمد خوب بدن، مثل زمین هایی که گفتیم، بله 100% میارزه. ولی اگه بخواید برید از این رشته های اون شکلی که گفتم برای دل خوش کنید، دلتون خوشه که مدرک میگیرید باشه، نه، اون نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، و بدهیاتون هم نمیتونید بدید. و اما این سوالی بود که مطرح شده بود، بریم سراغ صحبت های هفته پیش یا ادامه صحبت های هفته پیشمون. هفته پیش این مسئله رو گفتیم که موقعی که آدم سرمایه گذاری میکنه، مهم نیست که در چه زمینه سرمایه گذاری میکنه،
چه تو استاک مارکت سرمایه گذاری کنه، چه تو باند مارکت سرمایه گذاری کنه، چه بره تو ریال استیت مستغلات سرمایه گذاری کنه، چه میدونم بره در هر زمینه دیگری صادرات واردات سرمایه گذاری کنه، بالاخره آخر سر چون به هر حال سرمایه گذاری میکنید که از این سرمایه‌تون بتونید برای زندگیتون یه سود و بهره ازش ببرید، آخر سر استاک رو که نمیشه خوردش، زمین و خونه رو هم نمیشه کرد لباس پوشیدش، باند رو هم نمیشه بریزید توی باک به اصطلاح ماشینتون باهاش جای بنزین استفاده کنه. باید همه اینها رو بفروشید، تبدیل بشه به اسکناس، مهم نیست کجا هستید، اگه انگلیسید باید تبدیل بشه به پوند، اگه سوئیسید بشه فرانک، اگر آمریکا هستید بشه دلار، هر جای دیگه هستید به همون اسکناس کشوری که توش زندگی میکنید تبدیل میشه تا بتونید برای گذران زندگی ازش استفاده بکنه. به همین دلیل غیر از اینکه آدم کجاها سرمایه گذاری میکنه، چه بخشهایی سرمایه گذاری میکنه، چه کشورها یا چه مناطقی سرمایه گذاری میکنه و و و، نکته‌ای که خیلی خیلی مهم هم هست این است که آخر سر کار که تموم شد، سرمایه گذاری که به ثمر رسید، نتیجه سرمایه شما به کدام اسکناس هست، به کدام کارنسی هست و قرار است که سر اون کارنسی یا سر اون اسکناس چی بیاد، و این از اون نکاتی است که حتی برای یک لحظه هم نباید فراموش کنید. تو هم برنامه امشب یه مثالی براتون میزنم، یه مثال واقعی و اتفاق واقعی که ببینید اگر بهش توجه نکنید چطوری میتونه کار دستتون بده. هفته پیش اشاره کردیم که از سال 2006، از مارچ 2006 تا مارچ 2008 گفتیم که دلار آمریکا تو بازارهای ارز 20% ارزشش اومد پایین یا قدرت خریدش اومد پایین، و به همین دلیل بود که گفتیم اگر کسانی تو اون فاصله سال 2006 رفته بودن اروپا، سال 2008 هم یه سفر دیگه کرده بودن اروپا، به نظرشون میومد که همه چی وحشتناک گرون شده، هتل گرون شده، تاکسی گرون شده، غذا گرون شده و و و و همه چی. منتها به طور واقعی چیزی گرون نشده بوده، چیز اتفاقی که افتاده بوده این بوده که قدرت خرید دلار اومده بوده پایین و ارزون شده بوده و اینها. بعد گفتیم هر کاری که بکنید بدونید که روی نوسانات ارز دارید سرمایه گذاری میکنید، یعنی مسئله کرنسی و ارز درسته که مسئله خیلی خیلی پیچیده است، از نظر تئوری بررسی های تحلیلی کارهایی میبره که در حیطه امکانات متخصصین این زمینه هست، ولی به طور عادی و روزمره همه آدم ها دست به هر کاری که میزنن به طوری که خودشون هم اطلاع شاید نداشته باشن، به اون قصدم در واقع این کارو نمیکنن، به صورت ناخودآگاه و ناهوشیارانه عملا دارن راجع به ارز، راجع به کرنسی تصمیم گیری میکنن. اگر کسی تو انگلستان میره خونه میخره یا زمین میخره، چرا داره این کارو میکنه؟ به این امید میخره که قیمت پوند، ارزش پوند در مقابل خونه و زمین میاد پایین، یعنی به طور غیر مستقیم روی پایین رفتن ارزش پوند انگلیس داره سرمایه گذاری میکنه. ظاهرا رفته خونه خریده یا زمین خریده، ولی ته داستان پشت ذهنش حتی بهشم فکر نکرده باشه، چون فقط در صورتی میتونید توی خونه یا زمینی که خریدید سود بکنید که قیمتش بره بالا. چرا قیمتش میره بالا؟ ارزش پوله اومده باید بشه پایین، یعنی یک الا کلنگی رو در نظر بگیرید، یه طرفش اون زمینه است که شما توی سرمایه گذاری میکنید، یه طرفش هم بگیم اون ارز و کرنسی که دارید رفتید سراغش، اگه این بره پایین باید اون بره بالا، درست؟ یعنی اگر این بخواد خونتون رو زمینتون باشه بخواد بره بالا، لازمش این است که در این مورد مشخص پوند بیاد ارزشش پایین تا ارزش خونه و زمین شما بره بالا. به همین حساب کسی که تو سوئیس مثلا میره استاک میخره، اونم همینطور. آره استاک خریده به امیدی که قیمت استاک بره بالا، ولی قیمت استاک در صورتی میره بالا که ارزش فرانک سوئیس بیاد پایین، تا ارزش فرانک سوئیس نره پایین استاک بالا نمیره. در اونجا تو آمریکا هم اگر کسی میره طلا و نقره میخره، به این امید و با این حساب میخره که قرار ارزش و قدرت خرید دلار بیاد پایین، اگر نیاد اون اتفاق هم برای طلا و نقره در واقع نخواهد افتاد، و در واقع مطالبی که ما در مورد فلزات قیمتی در چندین سال گذشته باهاتون مطرح کردیم صرفا به خاطر همین بحران پولی است که قرار هست در سیستم پولی دنیا رخ بده و تأثیر وحشتناکی که روی دلار آمریکا تو سالهای آینده خواهد گذاشت. از موضوع دور نشیم، خواستم فقط بگم که به چه دلیل و چه اتفاقی میفته موقعی که آدم دست به سرمایه‌گذاری میزنه.
حالا فرض کنیم یکی هیچ کدام از این کارام نکنه، یه نفر تو آلمان نشسته، میره پولش هرچی داره، فرض کنیم 20,000 یورو داره یا 10 میلیون یورو داره، اگر پولش رو توی بانک میگذاره ظاهرا رفته پولش رو گذاشته تو بانک، کار خاصی نمیکنه، ولی عملا به این امید نشسته در صورتی به دردش میخوره این کار که قدرت خرید یورو بره بالا تا پولی رو که اون فرد فرضی، اون آدم فرضی توی بانک گذاشته ارزشش بره بالا و به دردش بخوره که این پول رو تو بانک نگه داره. اگه ببینید ارزش اسکناس و ارزی که دارید داره قدرت خریدش میره پایین، ارزشش از دست میره، مثل اتفاقی که الان تو آمریکا داره میفته، نگه داشتن پول توی بانک یکی از بدترین کارهایی است که میتونید بکنید. چرا؟ چون به مرور و رفته رفته ارزش پولتون و قدرت خرید پولتون میاد پایین. مثال قبلی که زدیم، گفتیم در فاصله 2006 تا 2008 دلار آمریکا ارزشش 20% اومد پایین، درست مثل این میموند که شما پولتون رو توی بانک نگه داشته باشید 100,000 دلار در مارچ 2006، مارچ 2008 اگر میرفتید بردارید، آره 100,000 تا تو بانک بود، ولی اون 100,000 تاتون 80,000 دلار بیشتر نمیارزید، یا 20,000 دلار قدرت خریدش از دست داده بود، یا شما 20,000 دلار در واقع ضرر کرده بودید. امیدوارم که با این توضیحاتی که دادیم دیگه مسئله این که چرا، چقدر مهمه، چقدر حائز اهمیت هست که هر سرمایه‌گذاری می‌کنید، هر پس‌اندازی می‌کنید، دست به هر کاری که می‌زنید حتما حواستون باشه که آخر کار نتیجه نهایی قرار هست که سرمایه شما و اندوخته شما به چه ارزی باشه، به چه کرنسی باشه، چرا اهمیت داره، و حواستون رو دقیقاً روی این مسئله متمرکز کنید توی هر کاری که می‌خواید بکنید. سوالی که پیش میاد این است که چه چیزهایی روی بالا و پایین شدن یا گرونتر و ارزونتر شدن قیمت ارز یا کرنسی تأثیر میذاره؟ چی باعث میشه که مثلا فرانک سوئیس گرون بشه یا یورو ارزون بشه یا دلار ارزون بشه یا گرون بشه یا پوند انگلیس دلار ارزون بشه و گرون بشه؟ اون وقت دو تا عامل از همه مهمترن. اول بگم که گرون و ارزون شدن و نوسانات قیمت ارز، فلکچوئشنی که پیدا میکنه توی کوتاه مدت، کوتاه مدت که میگم یعنی در عرض چند هفته یا چند ماه، کاملا تصادفی هست و تحت اتفاقات به اصطلاح سر راهی میتونه در یه فاصله این یکی گرون بشه، اون پول ارزون بشه یا اتفاق بعدی. ولی در بلند مدت دو عامل هستن که روی قیمت ارز و ارزش ارز تأثیر میذارن. اولیشو بهش میگن تساوی قدرت خرید، purchasing power parity. دومیش هم مسئله بهره یا interest rate هست. دومیشون از همه ساده تره، بذارید اول راجع به دومی صحبت کنیم، بعد راجع به اولی که ممکن است یک کمکی پیچیده تر باشه حرف میزنیم. interest rate، قبلا هم فکر کنم این مسئله رو باهاتون مطرح کردیم. interest rate اون پولیست که به در واقع به اندوخته و پسنداز میدن. همینطور که اگر شما تو هر شهری هستید، تو هر ایالتی هستید، تو هر کشوری هستید، یه مقداری پول دارید، میخواید پسندازش کنید. چهار تا بانک هم دور و برتون هست، نزدیکاتون هست. یکی بهتون 1% میده، یکی 1.5% میده. یکی 1.25% میده، یکی 3% میده. اگر به طور فرضی 3% میده، شما حتما پولتون رو میذارید تو بانکی که 3% بده. بنابراین یکی از چیزهایی که باعث بالا و پایین رفتن قیمت ارز و اسکناس میشه مسئله بهره است. هر جا که بهره بیشتری بدن باعث میشه که ارزش اون به اصطلاح اسکناسی که داره بهره بیشتر میگیره، کرنسی که داره ارز بهره بیشتر میگیره بره بالا. یعنی فرض کنیم که فقط دو تا کشور مثال بزنیم، دلار کانادا و آمریکا باشه و کانادا، چون این تلویزیون تو کانادا و آمریکا پخش میشه، ما از این دو تا مثال بزنیم. فرض کنیم که الان تو آمریکا بانک ها به شما 1% بهره میدن یا 0.5% میدن، هرچی، فرض کنیم 1% بهره میدن. اگر یه بانکی تو کانادا بیاد 4% بهره بده و به گوش آمریکا یا برسه، همه آمریکایی ها هوس میکنن که پولاشون رو به جای اینکه تو بانکای آمریکایی نگه دارن بردارن برن تو بانکای کانادا نگه دارن. برای اینکه این کارو بکنن، دلار آمریکا رو که نمیبرن تو بانک کانادا، باید دلار آمریکا رو تبدیل بکنه به دلار کانادا، بعد بره تو بانک کانادا نگه داره. در این مثال فرضی که زدیم که 4% بهش بهره بدن، همین کاری که میکنن، یعنی دلار آمریکا رو میفروشه، دلار کانادا رو میخره تا بتونه همچین کاری انجام بده، باعث میشه که دلار کانادا قوی بشه. بنابراین هر جا که بهره بیشتری بدن
باعث میشه که اون ارز یا کرنسی که باهاش آدم سر و کار داره، در این مورد فرضی و مثالی که زدیم، دلار کانادا قوی تر بشه و وضعش بهتر بشه. اون یکی که بهره کمتر بیده تو این مثال فرضی ما دلار آمریکا باشه، اون ضعیف‌تر میشه و قدرت خریدش به مرور میاد پایین‌تر. این صحبت‌ها البته در بلند مدت در طی چند سال اتفاق میفته، چیزی نیست که دائما شبانه روزی. در کوتاه مدت همونطور که گفتیم کاملا تصادفی است. مورد بعدیش همون چیزی است که بهش میگیم تساوی قدرت خرید یا purchasing power parity. منظور از purchasing power parity چی است؟ منظور از purchasing power parity یا تساوی قدرت خرید اینه که باید جنس مشابهی یا سرویس مشابهی را که از هر جهت کاملا عین همدیگه هستن، شما بتونید با یه مقدار پول معین و اسکناس معین بخرید. فرض بکنیم یک ساندویچ کتلت توی آمریکا اگر 8 دلار باشه، اگر این 8 دلار آمریکایی را ما تبدیلش بکنیم به پوند انگلیس یا تبدیلش بکنیم به فرانک سوئیس یا به دلار سنگاپور یا هر جای دیگه، باید بتونیم یک ساندویچ کتلتی که همون مشخصات از نظر اندازه و نوع نونش و کتلتش و مخلفاتش و خیارشورش و هر چی هست عین هم باشه، شما باید بتونید اگه 8 دلار رو تبدیل کردید به پول اون کشورهایی که گفتیم، بتونید همچین ساندویچی باهاش بخورید. اگه نتونید این کارو بکنید، اون وقت معلومه که آقا یکی از اینها گرونه، یکیش در واقع ارزونتر است. نمونه بارز این داستان که روش هم حتی اومدن یه شاخصی درست کردن، بیگ مک، همین چیزاییست که مکدونالد درست میکنه. بیگ مک تو سر تا سر دنیا درست کردنش کاملا استاندارده، یعنی از یه نوع گوشت و یه مقدار گوشت و کیفیت گوشتش و هرچی میذارن روش و درستش میکنن عین هم دیگه است. بنابراین اگر یه بیگ مک فرض کنیم تو آمریکا یه دلار باشه، یک دلار آمریکا اگه تبدیل شد به فرانک سوئیس، باید با همون بشه یه دونه بیگ مک هم تو سوئیس خورد. اگه تبدیل شد به دلار سنگاپور، با همون مقدار باید بشه یه دونه بیگ مک هم توی سنگاپور خورد. اگه یکیشون گرونتر باشه، یکیشون ارزونتر باشه، تساوی قدرت خرید معلومه بین این دوتا اسکناس یا دوتا کرنسی وجود نداره و بعد به مرور در واقع این دوتا رفته رفته یکی میشن، یعنی برمیگردن به طرف این که دوتاشون یه اندازه قدرت خرید پیدا کنن. چطوری میشه همچین چیزی در واقع اتفاق بیفته؟ یه مثال بزنیم که به طور واقعی هم توی اروپا معروف است و همه این کارو میکنن. اونم این است که جنس ها به طور معمول تا اونجا که من شنیدم در آلمان ارزان‌تر از سوئیس است. حالا فرض کنیم که یه چیزی رو مثال، یه گوشت مثال بزنیم. اگر یک کیلو گوشت توی فرض کنیم سوئیس معادل 20 فرانک باشه، ولی اگر فرانک رو تبدیل بکنن به یورو ببرن آلمان، بشه همون یک کیلو گوشت معادل 16 فرانک. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که مردم سوئیس میان فرانکی که دارن تبدیلش میکنن به یورو که بتونن تو آلمان خرید کنن، به جای اینکه گوشتشون رو توی سوئیس بخرن، بلند میشن میرن آلمان میخرن. کاری که میکنن فرانک فرانسه رو میفروشن، یورو رو میخرن. اتفاقی که میفته ارزش فرانک میاد پایین، ارزش یورو میره بالا و این دوتا یه طوری میشه تا بالاخره یه جایی هم سطح بشن و بتونن در واقع از نظر قدرت خرید تساوی پیدا کنن و عین همدیگه بشن رفته. در بلند مدت در واقع این دوتا با هم نزدیک میشن. خود به اصطلاح اتفاقاتی که گفتم روی کرنسی و ارز میفته، تأثیر واقعا مهمی میذاره روی سرمایه گذاری که شما انجام میدید و کجا دارید سرمایه گذاری میکنید. برگردیم به همون اتفاق واقعی که گفتیم توی آمریکا افتاد، برای دلار آمریکا در فاصله سال 2006 تا 2008. اگه خاطرتون باشه در فاصله 2006، از اوائل 2006 تا اوائل 2008، بازار سهام تو آمریکا 20% رفت بالا، معذرت میخوام 14% رفت بالا. از اوائل 2006 تا اوائل 2008 بازار سهام تو آمریکا 14% رفت بالا. بنابراین اگر کسی تو آمریکا بود و تو بازار ایندکس رو خریده بود، کل بازار رو در واقع خریده بود، سرمایه گذاری کرده بود، تو این فاصله هر پولی اونجا گذاشته بود 14% میرفت بالا اگر بازار رو خریده بود. حالا فرض کنیم که یه نفرم تو فرانسه نشسته بوده یا تو آلمان نشسته بوده یا هر کشور دیگر اروپایی و شنیده بوده که وضع بازار سهام تو آمریکا خوبه. اگر این بابا پولش رو برداشته بوده، اومده بوده تو بازار سهام آمریکا سرمایه گذاری کرده بوده،
همینجوری که نمیشه با یورو مثلا یا با پوند انگلیس یا هر چیزی بیای تو بازار سهام آمریکا سرمایه‌گذاری کنی. برای اینکه این کارو بکنی لازمش این است که یوروی خودت یا پوند خودت یا اگر سوئیسی فرانک تو تبدیل بکنی به دلار آمریکا تا بعد بتونی بیاری توی اینوستمنت بانک ها و بروکرش ها سهام آمریکا از این طریق توی بازار سهام تو آمریکا سرمایه‌گذاری کنی. فرض کنی که این آدم این کارو کرده بود، شده سال 2008 میخواد پولش رو ببره، بازارم 14% رفته بالا، ولی همونطور که گفتیم تو اون فاصله دلار چون برای که پولش رو برگردونه باید دلار آمریکا رو تبدیل بکنه به پوند انگلیس یا به یورو یا به فرانک سوئیس یا هر چیز دیگری از هر کشور اروپایی اومده تا بتونه پول خودش رو ببره اون طرف. موقعی که میخواد پولش رو تبدیل بکنه چون دلار آمریکا 20% ارزشش رفته پایین، با اینکه بازار 14% رفته بالا، ولی عملاً کسی که این کارو کرده 6% هم نه تنها چیزی گیرش نیومده 6% هم ضرر کرده. بنابراین اینجا اینو از این بابت میگم که سرمایه گذاری در بازارهای خارجی درسته که خیلی مهم هست و بسیار مهمه، مخصوصا که بسیاری از بازارهای خارجی همینطور که در چندین سال گذشته صحبتشو کردیم هر سال صدها سر و گردن از بازار سهام تو آمریکا جلوتر بودن، بیشتر رشد کردن، سود بهتر و بازدهی بهتری هم داشتن، ولی به خودی خود این مجوزی نمیشه که آدم هر بازار خارجی دید بتونه بره توش سرمایه‌گذاری بکنه. لازمش اینه که بدونید تو کدوم بازار دارید میرید، اون بازاری که توش سرمایه‌گذاری میکنید ارز یا کرنسیش چیه، برای اون ارز و کرنسی قرارش اتفاقی بیفته. چون خیلی وقتا میشه مثلا همین مثالی که زدم الان، ممکنه شما برید خارج آمریکا سرمایه‌گذاری کنید، بازاری هم که توش سرمایه‌گذاری کردید رشد خوبی بکنه، ولی موقعی میخواین پولتون رو بردارید اگر اون پول اون کشوری که شما توش سرمایه‌گذاری کردید نسبت به دلار آمریکا ارزشش رو از دست داده باشه، خیلی وقتا میتونید نه تنها سود نکنید ضرر. ببخشید این میکروفون افتاد، ما مجبوریم اینو درستش کنیم. نه تنها سود نکرده بلکه ضرر هم متاسفانه میکنه و میتونه کار دست خودش بده، و همین دلیل است که مسئله سرمایه گذاری در بازارهای خارجی هم باز برمیگرده به اینکه در کدام کشور هستید. یعنی ممکن است برای کسی که فرضاً توی استرالیا نشسته یا تو ژاپن نشسته سرمایه گذاری توی سنگاپور کار خوبی باشه، به دلیل اتفاقی که بین ارز ژاپن و استرالیا و سنگاپور میفته، ولی برای کسی که مثلا توی دانمارک نشسته، به طور مثال دارم، یا تو کانادا نشسته یا تو هند نشسته ممکنه کار خوبی نباشه. بنابراین سرمایه‌گذاری تو بازارهای خارجی هم غیر از مسئله بازارهای ارز باز برمیگرده به اینکه تو کدوم کشور زندگی میکنید و به طور نسبی رابطه ارز و کرنسی کشوری که توش هستید با رابطه ارز و کرنسی کشوری که توش سرمایه‌گذاری کردید در زمانی که میخواید پولتون رو بردارید و سرمایه‌تون رو جمع کنید اونجا چه اتفاقی افتاده، و این فوق‌العاده حائز اهمیت هست. این مطالب و این صحبت‌ها رو تا اینجا داشته باشید. بقیه این صحبت‌ها رو سعی می‌کنیم در هفته آینده باهاتون مطرح کنیم که به چه شکل و تحت چه روش‌هایی و با کار بستن چه شیوه‌هایی میتونید در واقع موفق بشید برای سرمایه‌گذاری توی این زمینه‌ها. همینجا یادآوری می‌کنم که دفتر نبض بازارهای مالی همه خدمات مالی و اقتصادی را در همه زمینه‌ها و برای همه مقاصد عرضه می‌کنه. لیست کامل این خدمات اگه می‌خواید باهاش آشنا بشید می‌تونید به سایت ما برید. آدرس سایت ما هست pulseoffinancialmarkets.com، رو صفحه تلویزیون می‌بینید pulseoffinancialmarkets.com. وارد صفحه که شدید سمت چپ صفحه 14-15 مورد هست که تمامی خدماتی که دفتر ما عرضه میکنه اونجا نوشته شده، در همه زمینه ها هست. برای حساب های بازنشستگی هست، مشاوره و راهنمایی هست، برای آینده فرزندانتون به هر شکلی که بخواید، برای بیمه های عمر هست، لایف اینشورنس هست، دیسیبیلیتی اینشورنس هست، اگه کسی به دنبال ریال استیت هست، خرید و فروش مستغلات، چه مسکونی چه تجاری، وام گرفتن برای هر دو، سرمایه‌گذاری وقت میخواید بکنید که بهتون درآمد ثابت بدن با اطمینان 100% راجع به اینکه اصل سرمایه‌تون میمونه و بهره خوبی میگیرید، یه وقت میخواید سرمایه‌گذاری کنید سرمایه‌تون رشد بکنه، یه وقت میخواید در زمینه‌های اسپکولتیو و زمینه‌های نو و تازه سرمایه‌گذاری کنید و و و اینها همه
پورتفولیوهای مختلفی است که دفتر ما عرضه میکنه. اگر حال و حوصله اینو ندارید که به سایت سر بزنید و اونجا این خدمات رو ببینید، میتونید روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با تلفن دفتر ما تماس بگیرید. تلفن دفتر ما هست 310-407-5300 310-407-5300 تلفن دفتر ماست که هر روزه همه روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با همون تماس بگیرید. اگه مجبور شدید پیغام بذارید، لطف کنید پیغام خودتون رو با صدای کاملا واضح، روشن، آشکار، حتی المقدور به دو زبان فارسی و انگلیسی بگید. مخصوصا یادآوری کنید که از کدام شهر، ایالت یا کشور زنگ میزنید که ما موقع بهتون زنگ خواستیم جواب تلفنتون رو بدیم، بی موقع مزاحمتون نشیم. در ضمن اگر سوالی راجع به این برنامه یا پیشنهادی دارید یا در هر زمینه دیگری در مورد مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مالی سوالی دارید، سوالات خودتون رو میتونید از طریق هم تلفنی که گفتم 310-405-1300 یا از طریق ایمیل دفتر ما با همون مطرح کنید. ایمیل ما رو هم رو صفحه ملاحظه میکنید، هستش info@pulseoffinancialmarkets.com info@pulseoffinancialmarkets.com و برای بار 100,000 ما فقط به ایمیل های جواب میدیم که از ایمیل شخصی افراد ارسال بشه. از ایمیل هایی که از روی سایت به ما زده بشه تحت هیچ شرایطی جواب نخواهیم داد. دلیلش هم تو برنامه های گذشته گفتیم و دیگه اینجا تکرارش نمی کنیم. خبر و مطلب و نکته دیگری در این قسمت برنامه نیست. چند دقیقه وقت باقی است، میریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب. در بخش پایانی برنامه امشب هستیم، بخش کلام آخر. قبل از همه یادآوری بکنم که اگر نوع مطالب و برنامه‌هایی که و صحبت‌هایی که اینجا باهاتون مطرح می‌کنیم مورد علاقتون هست، شرایط کاری و شرایط زندگی و علاقه شخصیتون به هر دلیلی طوری است که مایلید بیش از هفته یک بار در جریان این تحولات قرار بگیرید، پیشنهادی که میتونم بکنم این است که رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی رو مشترک بشید. رادیو اینترنتی نبض بازارهای مالی اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان ویژه مسائل اقتصادی و مالی است که هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه برنامه پخش میکنه. این رادیو الان سال ششم هفتمش هست که سال هفتمش هست در واقع داره برنامه پخش میکنه و نوع مطالبی هم، اول این رادیو جنبه اشتراکی سابسکریپشن داره، یعنی باید مشترک بشید تا بتونید گوش کنید. مشترک شدنش هم فوق‌العاده راحت است. میتونید به سایت ما که آدرسشو قبلا عرض کردم و بازم میتونید ببینید تشریف ببرید، pulseoffinancialmarkets.com. روی صفحه هم به زبان فارسی نوشتیم اشتراک رادیو، هم به زبان انگلیسی نوشتیم ساین اپ. هر کدومو که کلیک کنید صفحه مخصوص ثبت نام میاد، رجیستر یا ثبت نام که کردید بهتون یوزرنیم و پسورد میدن و اون وقت هر روز میتونید این برنامه رو گوش کنید. هیچ درای 7 سال و بیشتر گذشته هم که این برنامه، این رادیو برنامه داشته، آرشیو کاملی از تمام برنامه‌های رادیو، چه برنامه اخبار و تحولات روزانه‌اش، چه خبرهای ویژه‌اش و گزارش‌های ویژه‌اش اونجا هست، تو آرشیو هست، میتونید بهش رجوع بکنید. مطالبی که ما تو رادیو اینترنتیمون مطرح می‌کنیم کاملا اختصاصی هست برای شنوندگان رادیو که حاوی بررسی ها و تحقیقات مختلفی است در زمینه های متفاوت سرمایه گذاری، زمینه هایی که در طی سالیان گذشته بارها و بارها تونسته در مقاطع خیلی کوتاه سودهای مافوق انتظار و چشمگیر و نجومی به بار بیاره. منتها مطالبی که اونجا مطرح میشه ما در هیچ جای دیگری مطرحش نخواهیم کرد و فقط در همونجا میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. پورتفولیوهای دیگرمون هم کم و بیش باهاش آشنا هستید. یکی پورتفولیوی 600 میلیون دلاری ماست که
برای کسانی که مایلن یک آینده بی دغدغه و راحت و با خیال راحت برای فرزندان خودشون تأمین بکنن، میتونن با مبلغ مختصری سرمایه گذاری در شرایط کنونی به بیشتر از 600 میلیون دلار تا آخر سال 2040 دست پیدا کنن. این سرمایه گذاری به درد کسانی میخوره که حتما مایل باشن تا روز 31 دسامبر سال 2040 صبر بکنن. اولا، دومی که سودها و درآمدهایی که این سرمایه گذاری میده رو برداشت نکنن و توی خود اون مجدداً سرمایه گذاری بکنن. این سرمایه گذاری رو ما سال 2010 بهش برخوردیم. اولین بار که پیداش کردیم هر واحدش دونه 25 دلار بود، الان شده 86 دلار، یعنی بیشتر از 300% تو همین فاصله رشد کرده و رشدش ادامه داره تا زمانی که بیشتر از 600 میلیون دلار برسه. پورتفولیوهای دیگری که داریم برمیگرده به وارنتی که پاره از مؤسسات مالی عرضه میکنن. راجع به وارنت قبلا برای دوستان عزیز صحبت کردیم چیست. به طور خیلی خلاصه، وارنت به اصطلاح حقی است که به افراد میدن از الان تا یه زمان مشخصی در آینده که اون زمان چند سال حداقل طول میشه، 5 6 سال 6 7 سال طول میکشه، به افراد این حقو میدن که کسی که اون وارنتو داره که بتونه سهام کمپانی های یا مؤسسات مشخصی را، مهم نیست که قیمت سهام اونها تو بازار چقدر است، بتونه به یه قیمت ارزونی بخره. یعنی منبع به مثال، به طور فرضی دارم این مثال میزنم، فرض کنید که الان سهام چه میدونم فیسبوک، الان یادم نیست چنده امروز، 22 3 دلار باشه مثلا، که اگر فیسبوک وارنت میداشت یا داشته باشه، کسی که وارنتش داشته باشه، اگر روزی حتی قیمت سهام فیسبوک تو بازار بره بالا بشه 200 دلار، هم به فرد حق میدن که بتونه بره اونو مثلا در 28 دلار بخره. چندین مؤسسه مالی هستن که به خاطر اتفاقاتی که سال 2008 افتاد و کمکایی که دولت بهشون کرد، یه وارنت هایی بود اینها دادن، دولت ازشون گرفت، بعدن دولت اینها رو آورده توی بازار نگه نداشت، فروخته، و اینها زمینهایی هستن که در چند سال آینده حداقل در بدترین شرایط میشه 200-300% ازشون سود برد. امکانات و راه‌ها و شرایطی هم هست، امید و احتمال خیلی بالایی هم هست که به سودهای 700-1100% هم تو این وارنت‌ها آدم دست پیدا کنه. سرمایه‌گذاری دیگه‌مون گلدن پورتفولیوی ماست که سرمایه‌گذاری در سکه‌های فلزات قیمتی است. انتخاب اونها را تحت شرایط ویژه‌ای با تحقیقات مشخص و معینی و با اطلاعاتی که از بولیون بانک‌های لندن کسب می‌کنیم صورت می‌گیره و این پورتفولیو در شرایط کنونی به خاطر اینکه قیمت فلزات قیمتی موقتاً کرکشن پیدا کرده، به راحتی می‌تونه تا ماکسیمم 5 سال آینده و چه بسا در 3 سال آینده، بین 3 سال تا 5 اگه کسی می‌خواد این کارو بکنه، 3 سال تا 5 سال به خودش وقت بده، حداقل 400% سود خالص بدون سر سوزن ریسک خواهد داشت، یا به طور فرضی هر 100 هزار دلار رو به راحتی میتونه به 500 هزار دلار تبدیل بکنه. چند تا پورتفولیوی دیگه داریم، اینها رو اسمشون گذاشتیم سپکولیتیو پورتفولیو یا پورتفولیوها و سرمایه گذاری های سوداگرانه. سرمایه گذاری های سپکولیتیو یا سوداگرانه به سرمایه گذاری هایی میگن که ریسکشون خیلی 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 بالاست، چون پروژه های مختلفی رو آدم توش سرمایه گذاری میکنه که از روز اول معلوم نیست که حتما اون پروژه موفق بشه، به همین دلیل ریسکش خیلی بالاست، ولی در صورت موفقیت پروژه سودی که به بار میاره مافوق تصور و نجومی هست، که یه موردش رو قبلا براتون مثال زدیم، مثل کمپانی رویال گولد که اولی که اومده بود، اگر کسی رفته بود $1,000 فقط 1,000 تا 1 دلاری توش سرمایه گذاری کرده بود، الان همون $1,000 به بیشتر از 1,000,000 دلار تبدیل شده بود. چند مورد هستن در زمینه کمپانی هایی که در کار فلزات قیمتی هستن، در کار نفت و گاز هستن و چیزای این شکلی که همین خصلت رو دارن، کاملا جنبه اسپکولیتیو دارن. کسانی که شرایط اقتصادیشون بهشون اجازه بده یه مقدار خیلی مختصری ریسک بکنن، میتونن تو این زمینه ها برن و در صورت موفقیت به سودهای مافوق نجومی دست پیدا کنن. پورتفولیوهای دیگری هم داریم برای کسانی که خواستار کسب درآمدهای ثابت یا فیکست اینکام باشن. آدمهایی هستن تو دنیا و تو همین کشور و خیلی جاهای دیگه که به هر حال در طی سالیان زیادی که کار کردن پسندازی دارن، به درآمد ثابت احتیاج دارن. این پورتفولیوها درآمدهای ثابت رو تامین میکنن. وقت برنامه امشبمون تموم شد.
تلفن ما 310-407-5300 هست. تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.